علاقه‌مندان به خبرهای ورزشی آماده هستند تا رأس ساعت 17 در هر روز بشینند و خبرهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان رو ببینند. آقای بابان خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید. بشکرم خبر مهم امروزتون در مورد بوکس هست نه؟ نه خیر همشیره. اولا که گزارشمون در رابطه با بوکس نیست. دوم اینکه این ورزش ورزش آقایونه. ورود خانم‌ها اکیداً ممنوع. چی پام شد؟ یعنی شنیدی؟ بله ما مشتریم نمی‌شیم. ورزش دوستان عزیز، اخبار ورزشی امروز را به سمع و نظرتان میرسانیم. در تورنمنت دوچرخ سواری تور دو مرقد که به مناسبت رحلت امام و در سطح بین المللی برگزار شد، دوچرخ سواران کشورمان توانستند در کمترین زمان ممکن خودشان را به مرقد متحد برسانند. همکاران ما گزارشی از این مسابقات تهیه کردن که با هم میبینیم. پیاده تا مرقد امام، مدوره تا مرقد مرقد امام 20 کیلومتر، پابرهنه تا مرقد امام. خیلی خوش آمدیم، خیلی خوش آمدیم، بریم به مرقد امام. مرقد امام، مرقد امام. من اونجا این تکنفی رو برده بار بزنم، اونجا من بعدم بارفیش میم. بس درم کن. در جریان مسابقات تیراندازی حرفه‌ای جام یادگار امام، تیرانداز برگزیده کشورمان با استادی تمام سیبل شرق و غرب را نشانه رفت و تیر دیگری در قلب استکبار جهانی کاشت. با هم به این صحنه غرورآفرین با هم نگاه میکنیم. یه باخ میخ باخ. حاجی در کجاست؟ حاجی در کجاست؟ ساعت دراز که حاجی. حاجی سنه کتو. برای یه برادر بسیجی ممکن اتفاق افتاد، حساب کنید چه بلایی سر سیبل استکبار جهانی آمد. نوبتی هم که باشه، نوبت مسابقات کیوکوشین کیک بوکس کیندوکوئه که رزمیکاران جمهوری اسلامی از باشگاه بیت امام تونستن در این رشته به درجات رفیعی نائل بشن. همکار ما در حین تمرینات با یکی از این سربازان گمنام دست به یقه شد که با هم این تصاویر رو میبینیم. برادر شما خط چندی؟ خط کنم خدمتون که آدم خط خطی هستم، یعنی میخوام بگم که همینجور از خط شوش شروع کردم. الان که چیزم اومدم کجا؟ رسیدم خط تعارف، خط تعارف هم رد کردم، الان رسیدم خط امام. کمربندتون چیه؟ والا خط کنم خدمتون کمربند انفجاری. توی تمریناتتون که دقت میکردم شما بیشتر در حال ضربه خوردن بودید تا ضربه زدن. این مرحله از تمرینه؟ والا عرض کنم خدمتتون، نه عرض کنم که این یه مرحله از زندگیمه. یعنی چی؟ یعنی گذشت اون دورانی که ما کتک میزدیم، الان دور دوران کتک خوردن اونا. یعنی ما داریم برای این تمرین میکنیم، بخاطر همین من مدالایی زدیم گرفتم، مثل گوجه بادمجون و قص الازالک. یکی از قهرمانان بسیجی به نام و خوشنفس جمهوری اسلامی ایران، معروف به غلام قورباغه، در یک اقدام نمادین تصمیم گرفت که رکورد شنای زیرابی رو بشکنه. همکارم ناصر کرال با اون مصاحبه کرده که با هم میبینیم. غلام،
میخوای چیکار کنی؟ بینندگان ما انگوش به دهن موندن. میخوام برم روی ناب یاوه‌گویان شرق و غرب، اسم امام راحلمون رو حک کنم تا اونا بدونن که بدونن که بسیجی با تیر دونشون میزنه، یعنی که هم رکورد زیرابی جهان رو میشکنه هم که دل دشمن رو میشکنه. چجوری میری غلام؟ عمودی میرم افقی بلد زیرابی ملتم خدا. چیکار کردی؟ اسم امامو حک کردی؟ اسم کوچیک امام چی بود؟ فیض الله خیر الله چی بود؟ یعنی اسم امامو حک نکردی؟ خاک بر سرت قورباغه، آبروی مارم بردی. غلام، غلام قورباغه، اینا چیه پشت نوشته؟ نامردا هیچ کدومشون اسم امام راحل و بلد نبودن، اسم کوچیکشو، برای همین اسم خودشون رو پشتم نوشتن. بله، در پایان اخبار ورزشی این ساعت یک حرکت ورزشی از خودم دارم که در المپیک چین اجرا کردم. تا حرکت بعدی شما رو به خودم می‌سپارم. خدا نگهدار، ورزشکار باشید. در مسابقات قوی‌ترین مردان جهان در المپیک چین هستی. برادر بسیجی حاج آقا بابان برای گرفتن تنه درخت آماده میشه. متاسفانه این بار موفق نشد.